سلام به دوستان یک متنی رو بنده چهار پنج سال پیش نوشتم در مورد رابطه از راه دور که از روی همون متن الان براتون میخونم و به تصاویری هم که گذاشته میشه توجه کنم توهم دلخواه گر نداری طاقت سوزن زدن تو به این وبلاگ اصلا سر نزد دوستی خانم و جالب است که یک خانم این جمله را از مرحوم مغفور آلفرد هیچکاک رضی الله عنه برایم نقل کرده است که زنها تا وقتی عاشق نشده اند بهترین روانکاف هستند ولی وقتی عاشق می شوند تبدیل می شوند به بهترین بیماران روانی دروغ راستش گردن خودش راست نقل بنده هم آن جمله را دو جا صرفا نقل کردم و برخوردهای متفاوت و متنوعی را مشاهده کردم بیشتر افراد خانم و آقا تایید می کردند و بعضی خانم ها سریعا جواب مردان شکن بر وزن دندان شکن می دادند. بنده هم عرض می کردم که نقل کف که کف نیست اما بعد با, با خواندن آن جمله هیچگاه که خلداشیان یاد تمرین جالبی افتادم تمرینی ساده است برای آزمایش تعادل بدن با چشمهای بسته در اتاقی بیستید چشمهایتان را ببندید و یک پایتان را از زمین بلند کنید ببینید چند ثانیه میتوانید توانید تعادلتان را حفظ کنید شاید تعجب کنید که بار اول به سختی بتوانید بیشتر از ده ثانیه متعادل بمانید همین الان امتحان کنید خب میپرسی این تمرین چه ربطی به حرف هیچکاک داشت؟ میگویم دندام جگر بگیر و با من پیش بیا بگمانم ذهن از طریق بینایی و دریافتن خطوط عمودی و افقی که در اتاق میبیند با چشم باز محاسبات فیزیکیاش را انجام می دهد سپس با یافتن فرمول حفظ تعادل در آن محیط به عضلات پا و بدن پیامهای مناسب می فرستد تا چگونه تعادل ارگانیسم حفظ شود این پریده شگفتابر است که مغز تا چه حد جالب کار می کند وقتی هر دو پا روی زمین نیست تا فرمول تعادل از روی آنها محاسبه شود و چشم هم بسته است و از طریق آنها هم نمیتواند اطلاعاتی دریافت کند دیگر ذهن نمیتواند مثل همیشه خطوط محیط را دریابد و تعادل را محاسبه کند چرا که ذهن بر اساس تجربیاتش عادت کرده که اطلاعات تعادل را عموما از این دو طریق دو پا یا چشم به دست آورد این است که حفظ تعادل دشوار می شود در مصنوی معنوی هم مولانا تفسیر جالبی مرتبط با همین موضوع آورده ابیاتش یادم نیست اما میگوید اگر روی زمین مسطح برایت عرض مشخصی را تعیین کنند که از این خطوط خارج نشو و به جلو راه برو مشکلی برای تعادل نداری و به راحتی راه میروی اما اگر بگویند در بالای دیواری به همان ارزی که روی زمین مشخص کرده بودند راه برو هرچند ارز و پهنای دیوار به همان اندازه و به حد کافی باشد باشد مشکل خواهی داشت برای راه رفتن چرا که ذهن دائما ارتفاع دیوار را در نظر میگیرد و خیالاتش باعث عدم تعادل خواهد شد این تمثیل از این جهت به تمرین فوق تمرین تعادل روی یک پا مرتبط است که ذهن عادت به بازسازی اتوماتیک محیط را دارد تصورا البته دوستی به درستی میگفت ما وقتی وارد یک محیط تازه مثلا اتاق یا سالنی میشویم ذهن خیلی جزئیات را عمدن نمی بیند و خودش حدس میزند و ذهنن بازسازی می کند از روی تجربه های قبلیش خطوط و اشکال و اشیا را حدس میزند و پیش خودش آنها را کامل می کند مثلا این تصویر را ببینید تصویر شماره یک چهار دایره هست که یک چهارم از هر کدامشان بریده شده همین اما ما مربعی را هم در وسط آنها فرض می کنی. تصور می کنیم در حقیقت مربعی کشیده نشده ذهن این مربع را بر اساس حدس و تجربیات قبلیش می آفریند تصورد. یا به این تصویر دقت کنید چند خط عمودی و افقی را در این تصویر ببینید چند زاویه قائمه هست خطوط افقی و عمودی هست اما ذهن بر اساس تجربیات و دانشش حرف ای بزرگ انگلیسی را در آن تصور و توهم می کند ذهن در همه جا و از جمله در روابط انسانی هم از این ویژگیش استفاده می کند و متاسفانه مانند همه دخالت‌هاش در امور معنوی در روابط انسانی نیز این ویژگیش نه تنها کارآمد نیست بلکه ممکن است مخل و مخرب باشد در نظر بگیریم دو نفر با هم آشنا می شوند و بنا به شرایطی امکان رابطه از نزدیک را ندارند یکی در این شهر است و دیگری در شهر یا سرزمینی دیگر این روزها به خصوص اینجور روابط کم نیست با پیامک یا تلفن یا اینترنت خب کافی است جرقه آشنایی زده شود و الباقی را ذهن آنطور که دوست دارد و میخواهد خواهد ساخت توهم دلخواه فشار رویا پردازی فانتزی و خیالات به حدی قوی است که تقریبا غیر ممکن است دو طرف از همدیگر تصویر سازی های دلخواه نداشته باشند. در بطن این رابطه های از راه دور هرچه فردی نامتعادلی روانی و نیاز عاطفیش و نیاز جنسیش بیشتر باشد نیاز به تکمیل کردن ذهنی شخصیت معشوق و تصویرسازی دلخواه از او بیشتر است رابطه از راه دور رابطه نیست هشدار